Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس با دو گزارش. گزارش اول روز پنجشنبه 13 ماه ژوئن، 23 ماه خرداد، عفو بین الملل یک گردهمایی اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار کرد، جمعیت قابل توجهی که خودتون خواهید دید. اما چرا در روی کامپیوتر در پشت سر من به جای عکس خانم نسرین ستوده این دختر ناشناس جوان؟ اینکه تصور کنید خانم نسرین ستوده برای رفع حجاب و دیگر حقوق انسانی فعال و به بیشتر از 3 دهه زندان محکوم می شود، دختر نوجوانی ناشناس با حجاب اسلامی میاد به این تظاهرات و از حق انسانی و حقوقی نسرین ستوده دفاع میکنه. من فکر کردم شاید این عکس ناشناس شناخته شده ترین هدف هر یک از ما باشه برای دفاع از حقوق همدیگر. بنابراین این گزارش تجمع عفو بین الملل و دفاع از نسرین ستوده، خواهید دید در انتهای گزارش ابتکاراتی که انجام شد و جمعیت به سمت سفارت حرکت کرد. پنجشنبه 13 ماه ژوئن برابر با 23 خرداد است. عفو بین الملل در یک دعوت عمومی در میدان مشرف به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس از حاضرین دعوت کرده تا صدای اعتراض برای نسرین ستوده و دیگر زندانیان بیگناه باشند. نکته حائز اهمیت این که جمعیت فرانسویان به مراتب بیشتر از جمعیت ایرانی است، هرچند که ساعات تظاهرات با امکان افراد شاغل هماهنگی چندانی ندارد. نسرین ستوده همان گونه که خواهید دید شخصیت ناشناخته ای نیست. او که برای رفع حجاب اجباری چادر از سر برداشت. نسرین ستوده برای رفع حجاب اجباری کار وکالت را به عهده گرفت و جالب است این دختر جوان با حجاب کامل به دفاع از او به میدانی در پاریس آمده است، امری که یک بانوی آموزگار بازنشسته سر به اعتراض داشته می گفت من 40 سال در مدارس دولتی تدریس کردم و حضور حجاب اسلامی را اینجا نمی پسندم. اما دیگر کارکنان عفو بین الملل او را دعوت به آرامش و تحمل ساختند. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis, il y a énormément de monde. C'était le but. Juste pour vous dire que dans 5 minutes les prises de parole vont débuter. این دختر جوان از حضور چشمگیر حاضرین قدردانی می‌کند. Le président de l'Amnesty International France. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux et nombreuses. خانم سیسیل کودریو، رئیس عفو بین الملل فرانسه، اولین کسی است که سخنرانی می کند و دلنگران آن است تا که بتواند نامه اعتراضی امضا شده ای را به دربان سفارت جمهوری اسلامی تحویل بدهد و این امر ممانعات امنیتی دارد. خانم کودریو همچنین از حضور چشمگیر حاضران قدردانی کرد. notamment l'obligation de porter le voile dans l'espace public. او ادامه می‌دهد نسرین ستوده دارای شجاعتی بی‌نظیر و استثنایی است. او تمام زندگیش را وقف دفاع از حقوق دیگران کرده است. او از زندانیان سیاسی دفاع کرده، با حکم اعدام مخالفت ورزیده و یا که در صدد است از زنان و دخترانی دفاع کند که در برابر قانون حجاب اجباری دست به اعتراض میزنند. همه ما تصاویری از دختران را در ذهن داریم که بر سکوی پارچه سفیدی را
به دست گرفته حرکت می دادند. امروز به رونه کسان یکی از پایه‌گذاران حقوق بشر فکر می کنم. او گفت ازدیاد بی‌عدالتی ها در هر کشوری تمام بشریت را تهدید می کند. ما از سال 1961 به دنبال تأسیس سازمانمان چنین برداشت و رفتاری داشته ایم و بر همین اساس به دفاع از نسرین ستوده برخواسته ایم. حکمی که علیه نسرین ستوده صادر شده هرگز در تاریخ برای یک مدافع حقوق بشر صادر نشده بوده است. Et malheureusement, son combat lui vaut aujourd'hui la plus lourde peine jamais donnée à un défenseur ou une défenseur des droits humains. Prinasim! 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 این خانم کمی کتن بازیگر سینماست که فقط آمد تا همصدا باشد و فریاد بزند نسرین را آزاد کنید. Bonjour à tous, je suis Basile Adair, vice-bâtonnier du barreau de Paris. Et président de l'Observatoire international des avocats en danger, qui est un peu aux avocats ce qu'est Reporters sans frontières. و حالا بازیل مادر معاون کانون وکلای پاریس سخن میگوید و این کانون بین المللی وکلای در خطر چیزی شبیه به گزارشگران بدون مرز. دو دلیل برای من وجود داشت که اینجا حاضر باشم. همانطور که دیدید کانون وکلا تصاویر بزرگی را بر دو عمارت در پاریس آویخت و خواهان آزادی او شد. برای ما نسرین ستوده یک وکیل استثنایی است. توجه کنید یکی از محکومیت‌های او به دلیل هنگام دفاع در دادگاه، درست شنیدید، دفاع در دادگاه وقتی است که از موکلین خود به دلیل نداشتن حجاب دفاع می‌کند محکوم می‌شود. آن هم به جز زندان ضربات شلاق. خوب است بدانید ما هر کاری که می کنیم و هر گامی که بر می داریم نسرین ستوده با خبر می شود. او همین آخری در زندان و بازجویی ها حاضر نشد حجاب بر سر کند. حیرت و تأسف این که آخرین محکومیت روز 8 مارس، روز جهانی زن، دقیقا روزی که در سراسر جهان احترام به زن گوش زد و تکرار می شود. Remercie Amnesty International et les associations partenaires pour l'organisation de ce rassemblement. Nous sommes ici. خانم انصاری یگان زن ایرانی با مشخصه مبارزاتی و فمینیستی سخن میگوید. او نیز به حاضرین هشدار داد که نسرین ستوده تنها نیست. ما اینجا هستیم تا با صدای رسا به زندانی شدنش اعتراض کنیم و آن را محکوم بدانیم. نسرین ستوده در مجموع به 38 سال زندان محکوم شده است. با ولایت فقیه این جمهوری نیست. به مدد نسرین ستوده ما شاهد موج جانبداری از او در واقع از سراسر جهان هستیم. ما می دانیم این مجازات ضد بشری از هر سو محکوم است. خانم انصاری در ادامه سخنرانیش نام تعدادی از زندانیان کنونی را برشمرد. سپیده قلیان، نرگس محمدی، ساناز الهیاری، اسماعیل بخشی، اصل محمدی، سبا کردفشاری، اسماعیل عبدی، محمد بهشتی لنگرودی. Cette brève énumération nous rappelle combien il est important et nécessaire que l'arbitraire de cette condamnation soit fermement dénoncé. Docteur Karim Lahiji نیز ابتدا از برگزار کنندگان تشکر کرد. Karim Lahiji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et président d'honneur de la FIDH, Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. آقای لاهیجی چهره آشکار و پنهان حکومت را بازگو کرد که به نام مذهب هر روشی را جایز رفتارش می دانند.
زنان ایرانی به طور مداوم هزینه این دادگاه‌های ضد انسانی را می‌پردازند. نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کردند. توجه کنید 16 سال. او 14 می گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت. او مجدداً با وضعیت بد سلامتش دستگیر و زندانی است. شرم بر این رژیم بدبین. اونت از رژیم سینیک. اونت از ججمان اینیک. سپس آقای لاهیجی فهرست دیگری از زندانیان مبارز در راه آزادی و آزادی زنان را برشمرد. نرگس حسینی arrêté condamné pour avoir manifesté contre le hijab obligatoire de même que les activistes Sepide Rolian Sanaz Allahyari détenu en raison de leur soutien aux ouvriers en grève ils font partie aussi de ces combattantes de la liberté en Iran. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de toutes ces militantes de droits de la femme ainsi que d'autres prisonniers politiques et d'opinion en Iran. باید یادآور شد فریاد نسرین آزاد به دفعات در این گردهمایی شنیده شد. Donc je vous propose un free Nasrin quatre fois bien fort pour elle. Free Nasrin! Free Nasrin! Free Nasrin! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Amnesty et à toutes les organisations qui ont appelé à ce rassemblement. آقای François Croquet, وکیل, میگوید نسرین ستوده در شرایطی قرار دارد که جانش در خطر است. هر روز که میگذرد سلامتش رو به وخامت میگذارد. برای من اهمیت دارد که صدای اعتراض ما در پایتخت پاریس و یا دیگر پایتخت‌های جهان شنیده شود. همیشه در تجمعات اعتراضی مشابه پرسش این است: آیا آنچه که انجام می‌دهیم به نفع زندانی و اینجا مثلا نسرین ستوده می‌تواند باشد یا برعکس؟ On se pose toujours la question lorsqu'on organise ce type de rassemblement, est-ce qu'on fait quelque chose qui va rendre service à Nasrin en l'occurrence ou à tous les autres défenseurs des droits humains qui sont en danger? درباره نسرین ستوده شجاعتش به ما جرأت می‌دهد که چنین کنیم. بله، من واکنش حکومت تهران را دیدم. وقتی رئیس جمهور آقای مکرون در سخنرانی 8 مارس روز جهانی زن که از نسرین ستوده نام برد، حکومت تهران اصلا خوشش نیامد و این خیلی هم خوب است. باید این صدا را از هر کجا که می آید ادامه داد، چه دولتی و چه مجامع غیر دولتی. به هر شرکت کننده گچی داده شد تا در دسترسش و به هنگام بازگشت به سوی خانه هر جا می تواند این دو کلمه نسرین آزاد را در روی پیاده روها بنویسد. فرامرز بهار هم چنین کرد. یک ساله که از زندانی نسرین ستوده میگذره. امروز عفو بین الملل و انجمنهای مختلفی برای آزادی نسرین ستوده درخواست کردند. نسرین ستوده برای آزادی زنان، مدافع حقوق بشر، مدافع آزادی زنان، زنانی آزاده ایرانی که روسری خودشون رو برداشتن تا از حجاب اجباری، دفع حجاب اجباری و برای آزادیشون دفاع کنند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده هستیم. نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند. سپس جمعیت با همین شعار و فریاد به سمت سفارت جمهوری اسلامی رفت و از پیاده روی امارت سفارت خانه عبور کرد. نمیبینه نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره. همیشه لبامو به هم دوختن، گلوم از یه فریاد کهنه پره. دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم. تا کی باید این عشق ممنوع شه؟
به این جون که من مرد نیستم زنم. اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشونو بستن همونطور که در این گزارش دیدید، آرزو کنیم خانم نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در سراسر جهان و از جمله و به خصوص در جمهوری اسلامی ایران از زندان آزاد بشوند و راه و کار و خواست خودشون رو بتونن در یک جامعه سالم و آزاد دنبال کنند. اما گزارش دوم، هر سال در این ایام سالگرد درگذشت شاهدخت لیلا پهلوی و امسال 18 سال در آستانه 19 مراسمی در گورستان پسی برگزار شد از سوی جمعی از ایرانیان ساکن اروپا، آلمان، فرانسه، هلند که هر ساله از راه دور در این مراسم حاضر می شوند. مراسمی حدود 45 دقیقه که طبیعتاً در این گزارش بخش های بسیار فشرده شده ای رو از اون مشاهده می کنید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرد بود با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پایده آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. من از گلرخ عزیزم خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا. من بارها گفتم این گلرخ عزیز من معلم و مربی شاهدخت
لیلای عزیزم هست و امروز جا داره از این بانو پیشکسوت که واقعا هر وقت من گلرخ رو میبینم بوی لیلا رو حس میکنم. یادم میاد در مصر که بودیم شادوخ لیلای عزیز اومد برگشت گفتش که قلی پور پیر شدی موهات سفید شده. گفتم واسه نخور میریم ایران رنگش میکنم. به افتخار روح لیلای عزیزم یه دست محکم بزن. گلرخ عزیزم تشریف بیاریم. شخص این مطرح نیست، مهم در جمعه، مهم کله و کله و جمعه که معنی پیدا میکنه. چرا اینجا ما جمع میشیم؟ من فکر میکنم چرا همه اینجا هر سال تعداد بیشتر میشه، میبینم با چشم خودم، ما به یاد ایران و به یاد این خاندان که حقیقتا بهترین رو برای ما انجام دادن و ما یادشون رو در حقیقت عدس دادیم. ما ایران با زمان پهلوی رو عدس دادیم. اون چیچی رو باز اسم مطرح نیست، اون کارایی که اونا کردن. شما دونه دونه کارای رضا شاه رو بریم نگاه کنیم، دونه دونه کارای محمد رضا شاه رو نگاه کنیم، برای اون چیزاست ما اونا رو از دست دادیم در ایران که اینجا جمع شدیم. حالا اونایی که تو ایرانن ببینین چه اوضاع و احوالی دارن، چه حالی دارن. ما که اینجا هستیم وطنو گم کردیم و قصهشو میخوریم، اونا با گرفتاری های دیگه سوای ما دارن زندگی میکنن. نکته این نیست، نکته این نیست، نکته فرد فرد ما نیستن، نکته ایران. زنده باد ایران. زنده باد ایران. ما تاریک ترین زمان لازم هست. هیچگاه از گذشته تا به امروز و از دیرباز تا به اکنون اینگونه نبوده و میتونیم امید داشته باشیم که آینده ای رو روشن ما ببینیم، چون که واقعا این جرثومه های فساد با مملکت ما 40 سال اینگونه رفتار کردن. اما خوشحال و خرسندم که امیدواریم که بتونیم در کنار همدیگه هرچه زودتر دوباره ایرانمون به اون سربلندی گذشته بازگردن. من فقط به خاطر اینکه امروز این مراسم بزرگ داشت هست دو نکته رو خدمتتون عرض میکنم. دوستان عزیز، خاندان پهلوی از رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ، جز خدمت، تلاش برای توسعه مملکت کاری نکردن. من یادم هست که در کتابخانه ملی ایران یک بار رفته بودم، 3 جلد کتاب رو دیدم. اسم کتاب‌ها این گونه بود، نمیدونم اکنونم هست یا نه، به نام گاه شمار خاندان پهلوی. از زمانی که رضا شاه بزرگ به پادشاهی ایران رسیده بود، هر فعالیتی کرده بود، هر جا رفته بود، افتتاحی انجام داده بود،
تو اون کتاب نوشته بود ادامه داشت تا زمان محمد رضا شاه تا سال 56. من به عنوان یک معلم مدیریت و یک استراتژیست هر جمله‌ای رو از این دو بزرگوار می‌دیدم که در افتتاح جایی می‌گفتن، جملاتی بود و سخنانی بود که امروز اساتید بزرگ علم مدیریت استراتژیک در سراسر جهان میگن. حالا یا خود اونها استعداد و توان لازم رو داشتن که حتما داشتن، و هم اینکه بهره میگرفتن از مشاوران توانمند در راستای توسعه مملکتمون. نکته بعدی اینه که برای پیشرفت هر مملکت، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در گرو توسعه فرهنگیه، و چه کسی بهتر از شهبانوی بزرگ ایران و مادر بزرگ ایران که شاهنشاه آریامهر توسعه فرهنگی رو به دست و مدیریت ایشون سپرده بودن که زودتر از زمانی که حتی بانوهای اول در سراسر جهان باشن، ایشون از همه پیشتاستر بود و همکنونی هم که من با شما صحبت میکنم هیچ کدام از ما ایرانی ها به اندازه ایشون، به عمق فعالیت ایشون، فعالیت مدیریتی و توسعه‌ای برای مملکتمون و مخصوصا برای توسعه فرهنگی جوانان مملکتمون انجام ندادن. به افتخار شهبانوی ایران، به دست مرحوم. Yeah.